پرچم داعش حالا به دست حامیان داخلیش در کشور به اهتزاز می آید. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به تازگی زنگ خطر جدی را برای حکومت وحدت ملی به صدا درآورده است. این حزب در اعلامیه گفته است که از نبرد داعش در افغانستان حمایت می کند و به پیروانش نیز دستور داده در صورتی که میان طالبان و افراد وابسته به داعش در افغانستان جنگ آغاز شود، باید از داعش حمایت کنند. که او این رقم گپ خود مجبورش کرده در حکومت کابل با وقت گسکات نرمانی با کل تنظیمات جای داده شد. طالب ما بیکار هستم، با ما به حزب اسلامی جای داده نشد. دولت ما دولت چی کنیم؟ با حزب اسلامی جای داده نشده، با اون کسی که به نام حزب اسلامی مپاد میکنه در کابل هستن، یا اینا حزب اسلامی ما مجبور سیم. اگر که ما خود نظامی مخالف از دولت نیستم، 13 سال دوری پیش هم از کاندید پارلمان بودم، یعنی ما مخالف دولت نیستم، مگم دنیا مردم مجبور میشه. این جنگ مجبور، جنگ ما هم نیست. پاسخ نهادهای امنیتی اما جدیتر این که داعش و حامیان داعش را سرکوب میکند. هر سو چه در افغانستان امنیت تا خطر وی، افغانستان که نامی جادی مینونو تا انفجار ورکی، خلقو تا تکلیف پیخی، افغانستان نارامکی، زمونگ دا پرمختک مخنیسی، اغا زمونگ دخمنده. که داغی نارسو که حمایه کی، که هارسو که ملاتر کی، زمونگ لپار دا منو روار نده. زمونگ دن دادا چه هر چرت دایش بی پا افغانستان که پا هر نقطه کی بی داغی پا مقابل که منگ عملیات کو. حزب اسلامی بخشی از روند صلح را می‌سازد، اما در سوی دیگر چرخ جنگ تازه‌ای را می‌خواهد در افغانستان به دوران بیاورد. اما برای شورای عالی صلح پیوستن این حزب با داعش خطر جدی دیگری در برابر امنیت کشور گفته می‌شود. در این میان مقام‌های حکومت پیشین طالبان باور دارند این حرکت حکمتیار برخواسته از برخوردهای شدید وی با گروه طالبان است و این انتقام‌جویی‌ها برگه تازه و پیچیده‌تر دیگر را برای افغانستان ورق خواهد زد. داعش تا یا پیسی چو کرکی یا حکمتیار دا ملاتر دا چیتا پار اعلان کی آخو با دو دوی سر خپل پی کری نو کدل ایسی دا حکمتیار و دا طالب پا ما مسکین ما بین سکیم تا برخوردون را غلی آقا برخوردو تا حکمتیار دیتا مجبور کری خوزه بیا هم وان چه او سالا پا کار دا برخوردو پا مقابل کی دسی برخوردون چه یو دسی حرکت کول چه آقا تاوانی دا آقا دا پار او سالا پا کار دا و چه یو دسی حرکت و که چه آقا دا تاوان است پایدیه تزان بوای. اما باورها بر اینند که حزب اسلامی در افغانستان رنگ باخته و به درد داعش هم نمیخورد، فقط همین که این گروه با پیوستن به داعش دنبال انتقامجویی از طالبان است. اما از نگاه نظامی حزب اسلامی توانایی کافی را برای که پیوستن از او بتوانه تغییر بنیادی را در عملیات های داعش داشته باشه به نظر من نداره، به دلیلی که حزب اسلامی یک حزب است که حضور بسیار کمرنگ و بسیار میشه گفت ابتدایی در نقاط شرقی افغانستان داره، ولی این حضور آنقدر قوی نیست که بتوانه به صف داعش کمک اساسی بکنه. و امروز به خاطر انتقام‌جویی از طالبا تمام مسئله بیعت نیست. گپ خدا گفته که ما در برابر طالبا داعش حمایت میکنیم، یعنی به این عنوان نه که بیعت کنه، ما بیعت چطور نشوندیم، ولی بر صورتش افغانستان ناامنیای زیاد میشه، جنجال افغانستان زیاد میشه، قربانی ملت افغانستان میشه که متاسفانه هر کسی که از هر کس میخواد انتقام‌جویی بکنه بالاخره ملت است که ایزاجش میکشه و جنجال رو به شانه میکشه. دولت کابل بارها از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خواسته تا از جنگ دست بکشد و سهمدار دولت باشد، اما این حزب حضورش را در دولت کابل وابسته به خروج نیروهای خارجی از کشور خوانده است.